بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو، یا بهتر باشه بگم سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سالی بهتر در انتظارتون باشه. بهار امروز ساعت 11:33 در آمریکا، در شرق آمریکا شروع شد و آغاز شد و برای من خیلی جالب بود که آمریکاییان بیشتر دیگه اینو صحبت میکنن، تو رادیو راجبش میگن، حتی یک countdown یعنی یه ساعتی که میشموره و میاد پایین، مینیسه 2 روز مونده، 1 روز مونده، اینها همجور 24 ساعت اینا تا امروز. و این ماجرایی که تخمرغ رو میذاشتن تا به چرخ و اینها، هیچ وقت شما واقعا دیدید که تحویل سال، لحظه تحویل سال، اون تخم مرغ آبپز به چرخه؟ حالا دلیل این که تخم مرغ آبپز گذاشتن نه تخم مرغ معمولی چی بوده و اینها، در صورت نمیچرخه. ما حتی دوربین هم گذاشتیم فیلم برداری کنیم، نشد. و اما این اولین برنامه و آخرین برنامه هست. حتی میپرسید مگه میشه یه برنامه اولین باشه آخرین باشه؟ تو ایران الان خیلی رد شده، میگن چی ختم یک کلام، ختم کلام. بله، این آخرین برنامه سربی با مردم از تلویزیون مردمه و اولین برنامه سال 1401. و از هفته آینده روز یک شنبه من با شما نخواهم بود مگر اینکه اتفاقاتی بیفته. برای پتیک نوشتم بابا بی خود نیست که این دوستان ما در تلویزیون های دیگه هر 6 ماه یه بار قهر میکنن، یه بار میاد میگه نمیدونم فوش به مادرش دادن قهر میکنه، یه بار میگه به پدرش گفتن فلان قهر میکنه، بعد مردم میرن پول میدن دوباره برمیگرده میاد. همین چند مدتی که ما صحبت از رفتن کردیم، خیلی از دوستان که ما رو یادشون رفته بود لطف کردن، حمایت کردن، از این بابت ممنون و متشکرم. و اما از حمایت ها مهمتر اونایی که لطف کردن پیام گذاشتن. اجازه بدید من یکی یکی برای که یادم نره اینجا اسما رو نوشتم بخونم و پیاماشونم بذاریم و با همدیگه یه برنامه آخرین به عنوان حسن ختام تلویزیون مردم، حسن ختام سربی و هر چی که بگید، اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، حالا بذاریم ببینیم بهتر از ماها میان برای شما چه کار میکنن. امیدوارم آقای تتلو و عروسش خانم سحر قریشی بیاد برای شما ایران رو آزاد کنه و همینجوری که 7000 نفر میرن تو استادیوم ترکیه کنسرت میذارن، هر روز در تمام میدانهای ایران کنسرت باشه و شادی و رقص و پایکوبی. و اما امروز یک شنبه بیستم، چرا اینجا من نوشتم 13، بیستم ماه مارچ، ببخشید میگم این چیزم، حالا اصلا تاریخ ایرانی هم دیگه اول اسفند و چیز امسال فرق میکنه، به اصطلاح امروز الان اول 29 هم تموم شد، اینم 20 مارچه، ببخشید. اتفاقا هفته گذشته بازم پوزش، هفته گذشته آقای بهرامی زنگ زد گفت آقا نمیدونم اینجا به جای 13 هم نوشته 3 فلان اینا، گفتم والا ما سعی اون نمی کنیم ولی دیگه بعض وقتا هم یادمون میره، مهم نیست، مهم اینه که ما در طی برنامه یکی دو بار میگیم و بعدم چون دوستان میان معمولا می نویسن، امروز ممکنه به خاطر ایام عید و اینا نباشن، اشتباه کردم، باید اصلا از قبل میگفتم برنامه رو میذاشتم شنبه دیروز که هم برنامه آخرین برنامه در سال 1400 باشه، هم آخرین برنامه سربی. ولی اشتباهات ما اولیش نبوده، آخریش هم نخواهد بود و از این اشتباهامون اگر به اصطلاح پند و درسی گرفتیم خب بهتر میشه زندگیمون، اگه نه میشه همینی که هست. امروز 20 مارچ سال 2022 برابر با 29 اسفند بود. جالبه حالا وقتی 29 اسفند تموم شد، این از حالا تا شب مال کیه؟ چون فردا میشه اول فروردین و یه دوستی نوشته بود که من سال کبیسه دنیا اومدم و هر 4 سال یک بار باید تولد بگیرم. گفتم مهم نیست، ما برات تولد میگیریم و براش هم یه آهنگ تولد باد و باد و باد تولدت مبارک مال یه خواننده ارمنی رو فرستادم. این هم از این.
بله اینجا هم نوشتم آخرین برنامه سربی با مردم و اولین برنامه سال 1401. همونجوری که قبلا هم گفتم اگه کسی دنبال یک پورتال خبری میگرده، یک پلتفرم میدیا رسانه ایرانی میگرده، هم مردم تیوی دات کام و هم مردم ریپورت دات کام آماده است برای انتقال. و اما ماجرای روسیه و اوکراین سرخط خبرهاست همچنین، و هرچی من بیشتر نگاه میکنم ویدیوها و این ورور چیزها رو میخونم، حالا تازه این میفهمیم بابا چرا این پوتین اینجوری حمله کرده. سال 2014 رو برید نگاه کنید چجوری حکومت این مملکت رو عوض کردن، از 2014 به اون ور که اوباما و اینها چگونه این به اصطلاح اوکراین رو به یک کشور تحت الحمایه آمریکا تبدیل کرده بودن اینا. بعد پوتین هم دیروز هم گفت همینجوری که آمریکا دوست نداره نیروهای روسیه نزدیک کشورش باشن، ما هم دوست نداریم که نیروهای آمریکا باشه. حالا ببینیم چه خواهد شد. از اون ورم اون آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شجاعانه وایساده و مقاومت میکنه و تو خیابونا برای خودش قدم میزنه، بیمارستان میره و اینها، اونم میگه من مایلم با روسیه صحبت کنم بلکه به یک به اصطلاح توافق مشترکی برسیم. توافق یعنی خب چیزای مشترک دیگه، به یه توافقی برسیم. بریم شروع کنیم از پیام پتیک، که این هوش و حواس پتیک بعضی وقتا منو واقعا متعجب میکنه که یه نفر چجوری امکان داره این همه چیز از 50-60 سال پیش یادش باشه. البته خود منم یه جورایی این چیز دارم که همه فکر کنم یه چیزایی به خصوص تو مغزمون نقش میبنده. همین بود که میگفتن چیزایی که تو کودکی یاد میگیریم مثل نقشی هست که روی سنگ به اصطلاح کنده. دوستانی که این برنامه رو ممکنه ندیده باشین بعد بگین ای سوربی قرار بود دو شروع کنی، چرا زودتر شروع کردی اینها، من بارها بهتون گفتم نه اینجا که دیگه هرچی بود تموم شد. وقتی میخواین با یک کسی در تماس باشید، اگر روی یوتیوب هستید اون قسمت سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله یا ناقوس بغلش هم بزنید، براتون هر وقت اون ویدیوی میذاره میاد. نمیدونم برنامه لایو هم همین هست یا نه، ولی فیسبوک اگر فالو کنید یا دوست باشید وقتی شروع میشه گویا میره برای اونها که فلانی برنامه شروع شد. در اصل ممنون متشکرم. آقای امیر موثقی یکی از دوستان خوب ما اینجاست، نوشته که زم تبریک سال نو ایرانی، نوروز پیروز، درود و تبریک خدمت آقای رضا. این برنامه مال قبل بود آقای چیز، ولی اون برنامه به زودی میاد روی کانون آوا، ببخشید روی بایگانی کانون آوا. یه لحظه اجازه بدیم از صدای فیسبوک رو ببینم چگونه است، بیام خدمتتون. ببخشید روی بایگانی کانون آوا بالاخره صدامون خوب شد. سعدی گفت که دیگه زندگی رو باید دو بار انجام بدیم، یه بار تجربه آموختن، یک بار تجربه ها رو به کار بردن. ما بالاخره وقتی اینقدر دوستانه گفتن صدا کم میشه زیاد میشه اشکال داره، فهمیدیم که یه میکروفون بذاریم برای فیسبوک، یه میکروفون بذاریم برای یوتیوب مردم تیوی، و وقتی مهمون داریم با اسکایپ یه میکروفون هم بذاریم برای اونها. هر کسی سی خودش خرج خودش. میگن گندم به این کوچیکی یه خطی وسطشه، این و اون ور سهم خودشون رو میدونن. بریم سراغ پتیک و ببینیم پیام پتیک رو میتونیم براتون پخش کنیم یا نه. یه دوستی که بیش از 100 تا برنامه گفتار عقل بشر رو برای تلویزیون مردم اجرا کرد و کتاب خاطرات و اینها رو هم نوشته بود، لطف کردن دو تا پیغام گذاشتن. نمیدونم چرا ایشون به من گفته بود پیام ها رو گوش نکن تا موقع پخش. ضمن این که من خودم بارها گفتم برای این که برای من خسته کننده نباشه، من معمولا پیام ها رو گوش نمیدم، فقط اولش رو گوش میدم اگه گفته باشه سوربی این برای خودته. مثلا پیام پتیک رو وقتی گوش دادم و شروع کرد شعر خوندن و ما رو برد تو دوران قدیم گوش دادم، ولی همونم تا آخر نه،
بعد امروز براش نوشتم من اجازه دارم اینو پخش کنم تو برنامه، گفت بله. بریم با هم بشنویم پتیک رو از کالیفرنیا که اونها هم الان سال جدید شروع شده. 1:24 پتیک جان خیلی ممنون. اجازه بدین من این عکس رو بذارم پلیر 3 و پیام رو گوش کنیم با هم. کاکو جان صبح بخیر، سال نو مبارک باشه. یاد 55 سال پیش افتادم، یه شعری الان برات میخونم. امون و روز اومده، خرم و پیروز اومده، عیدی و برده برات واسه شما نور و نوا. امون و روز بده این سال نو عیدی ما رو، تو که اوورده ای همراه خود لطف و صفا رو. اووردم واسه این ها عروسک های زیبا، ببینید بچه ها جون چی اووردم براتون. امون و روز این که عیدی ما کو، امو جون امو جون، قصه نخور عزیز من واسه تو هم اووردم، عیدی بهتر از همه واسه تو هم اووردم. قو او او روغن آورده خوشتم و گورده، روغن قوی با کلید برات آورده، روغن قو به به به، روغن قو به به، کلید دار تاریخ دار، راستی رقیب نداره، چه خوبی چه عطری بوی گلهای بهاره. قو 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 آقا شاد باشی. خیلی ممنون. خب ممنون از پتی که این تبلیغا آهنگا رو واقعا بعضی هاش میموند رو مغز آدم اثر میکرد. و مثلا اون تبلیغ ایران ناسیونال مال پلوپز توشیبا و نمیدونم ایران ناسیونال مال علی تابش، اون خانم مهناز بود نمیدونم، یکی دیگه اون حاله با اون آدامس خروس نشان و نمیدونم دستمال حلی رو، اینها در اصورت اینا هم دورانی بود، چه خوب چه بد گذشت. ولی یه جایی یه شعری دیدم نوشت اون موقع که مرغ مجانی میدادن و اینها، گفتم والا من نمیدونم اینها کجا زندگی میکردن، ولی ما شاید به مفتخورا میدادن، شاید میدونستن ما مفتخور نیستیم به همون نمیدادن، ولی ما مرغ مجانی نخوریم. بله اگر کسی اوضاع پولیش سر سال نو خوب بود یه مرغ و پلوی میخورد. به همین دلیل هم میگن شاه گفته بوده که من امروز خیلی خوشحالم چون امشب یعنی شب عید یا هرچی همه دارن ماهی پلو میخورن، مرغ پلو میخورن، که اونم به نظر شمال ایران اون ماهی دودی و برنج و پلو هرچی بوده، ولی جنوب که ماها بودیم معمولا مرغ پلو بود، مرغ پلو درست میکردن. اینا بماند و بگذریم. این از پتیک. پتیک جان خیلی ممنون بابت همه این سالهایی که با ما بودی، خیلی ممنون بابت همه حمایتهایی که کردی، خیلی ممنون بابت راهنمایی، بابت نظرهایی که راجع به برنامه ها داری. و اما بریم سراغ آقای زاهد هفتلنگ. خیلی خوشحالم که ایشون باز سلامتیشو به دست آورد. چرا میگم باز؟ ایشون یکی از اونایی که همین مواد شیمیایی که دوستان حالا تو پیامش هم براتون میگه، صدام به کمک کشورهای دیگه زد به این بچه های جوون ایران و من آلمان بودم میدیدم اینا رو وقتی میارن حتی میبردن از یه در دیگه ای که مردمی که وایستادن به اصطلاح ناراحت نشن با دیدن اینا، ولی اینا اثر گذاشته، اثرات به اصطلاح تخریبی رو اینا گذاشته و بنده خدا سرطان یا یک به اصطلاح دردی که دوباره برگشته و، ولی ایشون شخص مقاومی هست و جون سالم به در برده. خیلی خوشحالم از این بابت. بریم سراغ پیامشون. آقای زاهد هفتلنگ گوش بدید و با دقت گوش بدید ماجرای اوکراین چرا امروز اینجوری هست. بیاین این پلیر 3 دوباره عکس سوربی با مردم رو بذاریم که مردم، نه مردم هم چیز نبودن، نباید بگیم بی معرفت بودن دیگه، تا اونجایی که بودن قرار نیست همه حمایت کنن و قرار نیست که همه با ما موافق باشن. و اما آقای زاهد هفلنگ ایشون یکی دو برنامه هم در برنامه ما مهمان بودن،
ایشون کسیه که گفت اون دکتر نصر احمدی پولشو بالا کشید و الی آخر. بشنوید. درود بر شما آقای سردی عزیز. من زاهد هفت‌لنگم. شنیدم که این آخرین برنامه که شما دارین برای روز یک شنبه. خواستم این موضوع رو به شما متذکر بشم که این هموطنایی که سینه چاک میکنن برای اوکراین در جنگ ایران و عراق به سال 1980 به لطف و مرحمت مهندسای اوکراینی بزرگترین میدان مین جهان در شهر شلمچه، دشت شلمچه رو نابود کردن اوکراینی ها. هنوز بعد از گذشت 40 سال هیچ کس قادر نیست میدون مین به اون گندگی رو پاکسازی کنه و جمع بکنه. در ضمن همین آقایون اوکراینیا موشکایی که به سمت شهرها میفرستادن، تمام خوزستان، تهران، تبریز، همدان، یکی یکی اگر بخوام اسم ببرم 80 شهر ایران رو زیر میدان موشکی خودشون داشتن. این پیامو برای شما میذارم آقای سروی گرامی، برای اون لطفاً اینو به گوش سایر هموطنای گرامی برسون و پیشا پیش سال نو رو، نوروز رو به همشون تبریک میگم. این پیام منو به گوششون برسون، اون دسته از هموطنایی که سینه چاک میکنن برای اوکراین و میخوان پول جمع بکنن و کمک بکنن، بیان برن کمک به خود مملکت اون بکنن و دست از این بیمزه بازی ها و خنک بازی ها هم بردارن. روح ماهت میبوسم آقای سربی، فدای تو زاهد هفت‌لنگ. ممنونم از آقای زاهد هفت‌لنگ و بریم سراغ دوستمون از خلیج فارس که ایشون دو تا پیام فرستادن. من میتونستم این پیام ها رو به صورت یه دونه پخش کنم ولی یک کم کار داشت، بعد که ایشون گفت که پیام ها رو هم گوش نده پخش کن، دیگه گفتم خب چی میگن، اما از خدا خواسته فوری گفتیم خب یه دلیل داریم که اینا رو همین جوری که هست پخش کنیم. و اما ببینم ساعتی که ضبط شده یا ساعتی که ایشون فرستاده کی بوده. اینجا توی این برنامه باید باشه. آقای زاهدم پیامش پاک کنم. آهان، آقای خالصی هم از کالیفرنیا لطف کردن باز سه تا نوشته فرستادن که اینا رو براتون میخونم. خطشون هم فقط شما دقت کنید که ببینید چقدر جالبه. پیام عقل بشر پخش شماره 1، بذارید من اینو براتون بیارم و با هم گوش کنید. بله، نوشتن برنامه را در دو بخش میفرستم چون میخوام هنگام پخش گوش کنی، به اصطلاح الان گوش نده. چشم، من اینجا مینویسم اگر موضوعی رو خواستم در رابطه با پیام شما بگم. بریم قسمت اول رو با هم بشنویم. به مدت 2 سال و 10 ماه و 5 روز شما بینندگان تلویزیون مردم با نشنیدن صدایم در آرامش بودید. سلام عرض کرده و شما را به تجدید سردرد با شنیدن گفتار بیهوده ای دیگر دعوت می کنم. بازگشت امروز و باز سخن گفتن در تلویزیون مردم هدفش تقریم تبریک است. تبریک نخست به همه دوستداران تلویزیون مردم به مناسبت فرارسیدن نوروز و آرزوی بهترین ها برای شما. امیدوارم در این دنیای بی ارزش و متلاطم و جنگ و کشتار شما و بستگان و عزیزانتان در امان بوده و به بهترین حال ممکن زندگی را به خوشی و تندرستی و پیروزی به سر برید. تبریک دوم به یک انسان است، و
به نام آقای پارسا سربی. امیدوارم با تعطیل این تلویزیون به چیزی دست یابند که همیشه آرزویش را می‌کردند. نخستین آن آسودگی خاطر است که برایشان از صمیم وجود تحققش را نیایش می‌کنم. امیدوارم در آینده فعالیتشان مانند کارهای گذشته با درستکاری ریشه دوانده در وجودشان موفق و کامیاب باشد. برنامه اغلب تلویزیون‌های ایرانی در خارج را می‌دیدم. تنها تلویزیونی که در آن صداقت و درستی و بیان بدون نفاق را یافتم همین تلویزیون مردم بود. با آقای سربی تماس برقرار شد و شیطان روزگار جوانی مرا تحریک کرد که برنامه‌هایی با صدا تهیه و ایشان پخش کنند. در بیشتر برنامه‌ها که از 160 عدد تجاوز کرد، از نظر خودم اطلاعات نوین و اغلب درباره مسائل گوناگون که معمولاً انسان خواهان دانستنش نیست سخن گفتم. بیشترین گفتارها درباره مغز بشر و به عنوان عقل بشر بود. مغزی که همه در سر دارند ولی از چگونگی فعالیت و کار آن آگاه نیستند. در همه برنامه‌های آموزشی دنیا طرز کار این عضو درونی بدن تدریس نمی‌شود. گویی برنامه ریزان نمی‌خواهند عموم از وضع خود آگاه شده و خود را بشناسند. آنها ترجیح می‌دهند با نادانی عموم از آنان گله‌وار استفاده کنند. همانطور یک سر بره در گله به این سو و آن سو می‌دود و نمی‌داند که او را سوی چراگاه و یا کشتارگاه می‌برند، سربالایی‌ها که خود را برتر از دیگران تصور کرده و با تکرار این تصور به آن ایمان آورده و آن را اصل غیر قابل تغییر ساختند، به سادگی انسانها را قربانی هوسهای خود می کنند. این سربالایی ها هر که باشند و هر فرهنگی را آموخته باشند، همشان در غرور و خودبینی یکسانند. هیچ جانداری برایشان مهم نیست، فقط خودشان مهم هستند. در مغزشان این طور بنیان شده که همه آفریده ها برای سواری آنان خلق شده و ارزشی جز سواری دادن و دوشیده شدن ندارند. اصل و معیاری که از آغاز تأسیس نخستین اداره ده و سپس کشور بر این کره معمول شده و تا کنون به کار رفته و مورد اعتبار همه هست. ما با ارث بردن این اصل هرگز تغییرش را هم به کلمان راه ندادیم. که چرا باید یکی با مفتخوری همه چیز را از آن خود بداند و ما برده او باشیم؟ وقتی که تغییر دادیم، تنها آن چوبان و آن چوپان و سر و بالا تغییر کرد. ما در منجلاب بندگی به خدایان روی زمین بدون بهره برداری از مغز به خدمت و کشیدن زجر جاویدان با افساری برگردن به دویدن در گله ادامه دادیم. خب این برنامه ها را تقدیم کردن، چه شد؟ چه تأثیری بر شنوندگانش به جا گذاشت؟ چه تغییری در رفتار کسی ایجاد کرد؟ هیچی. آقای سربی با تکرار عبارت کار ما خیلی خراب است مرتب و مکرر مسئله را ختم می‌کرد. از شنوندگان برنامه فقط 4 نفر نظر داد. 2 شخص خواهان شناخت گوینده بودند. آقای سربی با بسیار حاضر جوابی خود به آنان پاسخ می دادند. آیا آنها از این که این همه پند و اندرز و رباعی و شعر و روایت و حدیث و آیه با محتوای اندیشه از نویسندگان معتبر و شناخته و مشهور و امامان و پیامبران دانسته و می دانند و برای ثبت ادعاهایشان همیشه از آن استفاده می کنند و می گویند فلان چنین گفت، آیا این اشخاص از آنچه خود بیان می نمایند استفاده کرده اند؟ از آن شخصیت های دانش و معرفت و فرهنگ و دین و عدالت و درستی
که مشهور و شناخته شده اند آیا استفاده برده و در حال و فکر و رفتارشان تغییری پیدا شده که خواهان دانستن و شناخت سخنگوی دیوانه‌ای چون من باشند؟ در پی گفتاری درباره سستی زبان فارسی و ضرورت تغییر آن، یکی از شنوندگان همیشه برنامه تلویزیون مردم نظری دادند. بین عبارت: ولمون کن بابا، عکس العملی بسیار معمولی و همگانی که ما پس از آموزش از یک تجربه تکرار میکنیم. یعنی اگر عیبهایمان را هم بدانیم و یا ندانیم، تغییری در ما صورت نمیگیرد. ولش میکنیم، چنان با اصل و معرفت و فرهنگ هستیم که نباید تغییر کنیم و عوض شویم. ارثی برده ایم که دست برداشتن از آن از گناهان کبیره است. پس از گفتار مراسم حج و شرح جغرافیای مکه و ساختمانهای مهم آن، یک شنونده محترم با لحنی توهین آمیز مرا به طوری دروغگو خواند که ارتفاع برج ساعت مکه را 4 متر کوتاه‌تر گفته بودم. چون این برج بر زمینی شیبدار بنا شده، ارتفاعش بنا بر آن جایی که سر متر قرار داشته بیان و یا اندازه می شود. اگر از بخش بالای زمین باشد، کوتاه‌تر و از جای گود بلندتر خواهد بود. ایشان می توانستند با منطق دانش پژوهی خود را نمایان ساخته و اعتراضشان را بیان کنند، یا چون اطلاعاتشان وسیع‌تر از گوینده بود، با تهیه برنامه‌ای و ارسال عکس و سند اختلاف نظرشان را ثبت کرده و ما را آموزش می‌دادند. هیچ مطلب دیگری از چندین برنامه حج و مکه توجه ایشان را جلب نکرد مگر این مسئله که میخواستند به عنوان توهین به گوینده بیان کنند. آقای سربی بارها شنوندگان را به تهیه برنامه دعوت کردند و هرگز بر مخالفین و معترضین از هر گوشه و سو در را نبستند. مسئله در طرز بیان نظر این محترم شنونده بود، روشی که همه ما پیروی میکنیم. برای اینکه طرف مقابل را کوچک کنیم و در خود احساس برتری بکاریم، سخن خود را به سبک توهین به شخص مقابل بیان میکنیم. این روش در میان ایرانیان، حتی آنان که به خارج سفر کرده و مهاجرت کرده و خود را متمدنتر از ایرانیان داخل میدانند، دیده میشود و پر واضح است. در نظرهای نوشته ایرانیان در صفحه های اینترنت، خواندن دشنام به خواهر و مادر و ناموس طرف مقابل بسیار معمولی است. این نشانی از فرهنگ عموم است که هیچ کس برای تغییر آن اقدامی نکرده. با عدم شناخت مغز و طرز فعالیت آن، این افراد فرهنگ و سطح دانش و آموزش و تربیت خود را فاش می کنند. باور بفرمایید، اگر انسانهایی با فهم بودند، حتما به شکلی دیگر دانشمندی خود را نشان می دادند. اگر آقای سربی در یوتیوب نوشتن نظر بینندگان را اجازه می دادند، شاید نظرهای بیشتری درباره گفتارهایم خوانده می شد و فحشای آبداری هم نصیبم می گشت. نمونه ای از رفتار پاک ما با همه نو و دیگر اندیشان در گذشته و حال. برنامه هایم و همینطور دیگر برنامه های تلویزیون مردم و دیگر وسایل فرهنگی ثابت کردند که با حرف انسان ها تغییر نمی کنند. مسائل گوناگونی سبب می شوند که انسان حرف دیگران را بپذیرد و به آن عمل کند، حتی اگر آن را مورد میل خود ندانسته و نپذیرد. زیرا انسان ترجیح میدهد بدون فکر آنچه را به ارث برده معیار و اصل مورد قبول و رد قرار دهد و تغییر نکند. یکی از وسائلی که انسان را به تغییر و قبول رأی مخالف یا رأی دیگر وادار میکند زور است. این وسیله به شکل عملی و معنوی در مدرسه ها مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد. به تاریخ دین ها مراجعه کنید. همین دین هایی که معتقدانش برای گسترش عقیدشان جنگ ها کرده
و خود را در خطر انداخته و دیگران را هم قربانی کردند، اگر دینی صحیح و درست داشتند به کشتن نیاز ندارند، و اگر عموم با منطق می اندیشیدند حتما دین جدید را می پذیرفتند و مریدش می شدند. کدام دینی بدون کشتن و ترساندن انسان توانست منتشر شود؟ آیا می توانید دین و یا عقیده ای را نام ببرید؟ به اضافه کدام دینی گفته که من جای مریدش را در بهشت می گیرم و یا مرید به جای من به جهنم می رود؟ پس چرا همه دین ها با قتل، یعنی با استفاده از تهدید و زور، مریدیابی کردند؟ چرا می خواهند بهشتشان را شلوغ کنند؟ آیا بهتر نیست بدون افزایش مریدان خودشان در بهشت خلوت بدون مزاحمان بسیار و بیشتر کیف کنند؟ آری، افرادی دین خود را رها کرده و به دینی دیگر روی می آورند. علت این گرایش عدم رسیدن به آرزو و هدف درونی از دین قبلی است که با تصور یافتنش در جای دیگر به سوی عقیده نوین روی می آورند، یعنی در اثر فشار و یا زور از نوعی دیگر تغییر عقیده می دهند. خب 12:30 من اگه می دونستم به این مدت هست قشنگ اینو به صورت یه برنامه واقعا در می آوردم که روی یوتیوبم داشته باشه. و پیام دوم یا قسمت دوم این پیام رو تو قسمت اول شما لطف کردید، برای ما آرزوی سالی خوب کردید، ما هم برای شما امیدوار هستیم سال خوب، و گفتید تجدید سردرد. یه جایی شما گفتید حرف تأثیر نداره، به همین خاطر هست که ادیان خود دست به خشونت میزنن اینها. من فکر کنم که حرف تأثیر داره، ولی چون ادیان نمیتونن درست حرف بزنن دست به زور شمشیر و اسلحه و اینها میشن. درباره یوتیوب، کامنت یوتیوب جالب بود، شما گفتید کاش که باز گذاشته بود که بیشتر میمدن و ذاتمون رو نشون میدادن یا ذاتشون نشون میدادن، فوشای آبدارتری میمیشن. من میگم بعد یه مدت، چون من باورم بر این بود که کسی اینقدر معرفت داره، شعور داره که برنامه رو نگاه میکنه، اینقدر معرفت داره که وقت میذاره در رابطه با اون نظر میده، منم باید جواب بدم. بعد دیدم نه، اصلا طرف برنامه رو ندیده، به قول شما سر اینکه این 4 متر کوتاه‌تره یا بلندتره توضیح میده و اصلا نمیدونه وقتی یه چیزی رو میخوان مثلا متر کنن نسبت به ارتفاع دریا حساب میکنن یا چیزای مهندسی ساختمون فرق میکنه و اینها. این بود که منم، شما نگاه کنید بی بی سی و وایس آف امریکا و اینا هم که به چرخید میبینید همه اینها کامنتاشون رو بلاک کردن. دلیلش همون فرهنگ خیلی عالی ماست که این دوستمونم اشاره کرد. ممنون و متشکرم. بریم قسمت دوم رو هم بشنویم. برای اینکه سخنی مورد قبول قرار گیرد میباید در زمینه‌ای سخن گفت که شنونده قبل از آن پایه و منطقش را در بیشعوری مغز انبار کرده باشد و نه سخنی نوین بیان نمود. برای روشن‌تر شدن این حقیقت از مغز بشر اجازه دهید به تاریخ خودمان و از وضع خودمان نظر و شاید به شکلی پند گیریم، اگر پند گیریم. حتما هم نخواهیم گرفت. ایرانیان اغلب زردشتی بودند. 200 سال طول کشید تا مسلمان شدند. اغلب کتاب‌های معتبر اسلامی را ایرانیان نوشتند، یعنی از دین زردشت به اسلام سنی گرایده و به دین نوین متعصب شدند. بعدها تغییر یافته و شیعه دو آتشه شدند. در دو تغییر شمشیر عرب‌ها و قزلباش‌ها سبب شدند که انباشته‌های بیشعوری مغزشان به تدریج تغییر یابد. همه تغییرها به ترتیب همینطور با زور در بیشعوری مغز جا گرفتند. ما عقیده و مذهبمون را به ارث برده ایم و از خودمان چیزی کشف یا اختراع نکرده ایم. یعنی در بیشعوری ما این مسائل مذهبی آشیانه کرده و ما بدون اختیار وابسته ایده ای هستیم.
نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم که تعصب ما به این و یا آن عقیده از کجا سرچشمه میگیرد، چون مغز خود را نمیشناسیم و مغزمان مانند دیگر اعضای درون بدنمان بدون اختیار فعالیت میکند. آیا کسی هست به من بفهماند پدر بزرگان ما که از دین و یا مذهب، از مذهب سابق و وابستگی به آن به عقیده نو دگرگون شده اند، آیا اینها بنابر عقیده من به جهنم می روند؟ چون ما صحیح و آنها در اشتباه هستند و بودند، چطور ما به آن جاویدان در بهشت اینقدر افتخار می کنیم؟ یا در جهنم هستند و ما در جهنمی؟ سوال هایی است که من خودم جوابش را ندارم. هر سال در آغاز ماه محرم به حسینیه و مجلس و روزه می رویم و با شنیدن تکراری روزه و طرز قتل امام حسین و یارانش در کربلا می گریم. هر سال گریه سرایی در ماه محرم را می تکراریم، چون با تکرار همون روزه هر سال به مدت قرنها ما گریه کرده و عادت کرده ایم. چه چیزی بدون ملال موجب تکرار گریه می شود؟ آیا فاجعه خشن کربلا ما را می گریاند؟ یا کشتار امام سبب گریه ما می شود؟ اگر از کشتار دیگری نسبت به امامزاده ای و یا انسانهای دیگر مطلع شویم، آیا باز هم همینطور می گریم؟ امام حسین به امر یزید توسط مسلمانان کشته شد. صادر کننده دستور قتل و قربانی از یک خانواده بودند. جنگ سر سلطنت و حکمرانی بود. برای اینکه ما را زیر تسلط قرار دهند و اشریختن و سست بودن ما را در یک مغز خالی بکارند، آن جنگ به شکلی دیگر به ما فهمانده شده. چند دهه بعد از فاجعه کربلا، ابو جعفر المنصور مؤسس خلافت عباسیان به شهر مدینه حمله کرد. نوه امام حسین در آنجا علیه خلافت تازه به پا خواسته و علیه عباسیان قیام کرد و خود را شایسته خلافت می دانست. پس از روزها محاصره شهر مدینه، نوه عباس نوه ابو طالب را اسیر کرد. عباس و ابو طالب برادر بودند. ابو جعفر المنصور پسر عموی اسیر شده را با فجیع ترین وسایل به مدت 4 روز شکنجه داد و سپس سر برید. با شنیدن واقعه سر بریدن بعد از شکنجه این امامزاده نوه امام حسین، آیا شما و دیگر شنوندگان خواهید گریست؟ هرگز، چون گریه کردن برای امام حسین و یارانش به مدت قرنها در بیشعوری کاشته شده و مغز آماده است برای آن فورا اشک بریزد، اما برای مصیبتی دیگر هرچند بزرگتر و وجیع‌تر باشد آماده گریستن نیست. به همین علت است که طرز قتل نوه امام حسین در شهر مدینه را کمتر کسی شنیده و برای آگاهی بندگان اشک ریز و سرازیر شده به بهش، یک آخوند هم آن را نقل نکرده و نمی کند، چون تحریک احساسات نسبت به ظلم و خشونت شهر مدینه چون شهر کربلا در بیشعوری ها کاشته نشده. کسی نخواهد گریست و مجلس گرم نخواهد شد و آخوند ناتوان از گریاندن حاضرین بیلیاقت معرفی می شود. به سالها تکرار و فشار مداوم نیاز است تا مسئله دربی شعوری آشیانه کند و من نتیجه دلخواه را برای چوپان به بار آورد. از سوی دیگر، عزاداران و گریه کنان پای منبر هنگام خروج از روزه آیا تغییر می کنند؟ درون حسینیه بر یزید و شمر رزالم لعنت می فرستن. آیا این صدای روزخان و آن شعار دادن تکراری علیه ستم برزان و ظالمان آیا سبب می شود که در خارج از مجلس روزه حاضرین گریان پیشه دیگر ظلم نکنند و با انصاف شوند؟ با تجربه یافتیم که آخوند گریه انداز و همینطور گریه کنندگان وقتی دستشان برسد و بتوانند چون یزید و شمر لعنت شده رفتار می کنند، آن همه وعظ و
ارشاد طی قرنها و وعده ثواب گریستن و رفتن به بهشت و ترساندن از کباب شدن در جهنم عملا تأثیری بر عموم نداشته. اگر داشت، ایرانیان با شیعه شدن و لعنت بر ظالمین همه آدم عادل و نیکوکار شده بودند. تغییر عقیده داده ایم و هر بار رفتار گذشته را تکرار کردیم. در همه احوال ادعا داشتیم و داریم که عقیده من دیگر و بهتر و بسیار عالی و صحیح ترین است. چه باید کرد و یا چه باید رخ دهد که گفته ها و تجربه ها ما را تغییر دهند و سوی آدمیت برانند؟ اکنون میخواهم گیج سوال هایی طرح کنم تا هدف این گفتار بیهوده تحقق یابد. مجبور نیستید فورا جواب دهید، لطفا بیندیشید و پاسخها را برای خود حفظ کنید. تصور کنید که روزخانهای سازنده گریه و حاضرین اشک ریز امروز در زمان جنگ کربلا میزیستند. آیا آنان با امام حسین ایستاده و کشته میشدند یا مانند اهل کوفه از یزید حکمران آن دوران طرفداری میکردند؟ بنابر تاریخ به ما نقل شده، اهل کوفه صدها نامه برای امام حسین نوشته و او را به آمدن به عراق دعوت کرده تا خلیفه شود. در آغاز مسلم بن عقیل پسر عمویش را به آنجا فرستاد که سفیر امام حسین نامیده می شود. اهل کوفه او و دو پسرش را سر بریدند. شاید بگویید این حکمران بود که این قتل‌ها را انجام داد. بله، ولی مردم کوفه ساکت ماندند. اگر نامه‌هایشان را با صداقت نوشته بودند، چرا از دعوت و هدف خود دفاع نکردند؟ پس از پایان جنگ و هنگام ورود اسیران کربلا، مردم کوفه رقص و شادی کرده و پیروزی خلیفه یزید ابن معاویه امیر مؤمنان را جشن گرفتند که بر یاغیان آن زمان غلبه کرده، کاری که امروز ما میکنیم. و تنها تغییر خواندن نام طرف شکسته خورده است که به جای یاغی تروریست نام گرفته. تغییر در روش و گفتار و رفتار به شکلی ناگهانی توسط همه ملل صدها بار دیده شده، لکن احساس و تفسیر نشده. برای مثال برادری، رفتار عموم شهروندان ایران در روزهای قبل و بعد از 28 مرداد را بیاد آورید. مانند مردم کوفه در عرض 24 ساعت با تغییر رفتار مرگ بر شاه را به زنده باد شاه تغییر دادند. برای اینکه سخنی شنیده شود و سپس مؤثر واقع گردد، قبل از هر اقدامی باید آن را در بیشعوری عموم کاشت. آقای سربی، چند شنونده دارند که گفتارهای تلویزیون مردم در بیشعوریشان رخنه و کاشته شده و از آن استفاده کردند؟ این سوال و گیج نموندن شما بخشی از هدف گفتاری است که میشنوید. برای اینکه گفتاری مورد توجه قرار گیرد، باید از سریع ترین وسیله که زور است استفاده کرد و یا بر اساس مسائل انبار شده در بخش بیشعوری مغز گفتار را بیان نمود. آیا آقای سربی مظلوم شهر واشنگتن و من بیچاره در خلیج فارس فرصت توان زورگویی داشته و داریم؟ این نتیجه گیری و بیهوده بودن گفتار سبب شد که کار در رادیو تلویزیون را ترک کنم و آن را هوا فروشی بنامم. آقای سربی، این نتیجه گیری را قبلا شنیدند. امیدوارم امروز مقدار، اندازه و واقعیتش را سنجیده و تشخیص دهند. امیدوارم الان بدانند معنی و مقدار توان یک هوا فروش چه اندازه است و خریدارانش کدامند. آقای سربی با تأسیس و فعالیت در تلویزیون مردم و جذب بیننده کاری بسیار فوق العاده انجام دادند. کسانی که تار و پود این فعالیت را نمی‌دانند، نمی‌توانند تصور کنند که انجام چنین کاری چقدر مشکل است و تا چه اندازه درد سر دارد و به اضافه بدون پاداش چقدر دشمن می‌آفریند. شخصیت کاکا سربی را بسیار قدر می‌نهم. بعضیشان تشکر میکنم که با متفاوت بودن از دیگر وسایل اطلاعات طی سالیان دراز از حقیقت گویی دست نکشیدن، با امکانات کم و به تنهایی تا آخرین فرصت به پخش تلویزیون مردم ادامه دادن
و اهانت‌های نادانان و قدرنشناسان به این کار مشکل را تحمل کردند. صبر و حوصله‌ای بی‌نظیر از خود نشان دادند. با شجاعت هنگام اشتباه از بیننده و یا بینندگان معذرت خواستند، کاری که انسان‌های با ارزش و محترم با مخاطبین انجام می‌دهند. کسی که قدر دارد قدرشناس است، کسی که دانش پژوه است به مخالفین احترام می‌گذارد، زیرا انسان از دیگر اندیشان و مخالفین می‌آموزد و نه از موافقین که هرچه گوید احسنت احسنت و صحیح است را تکرار می‌کنند. برای این انسان شریف که خود را نفروخت، زحمت کشید، مشکلها را قبول کرد و با احترام به شخص خیش سالیان دشواری را طی نمود، بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوارم در آینده تجربه خود را به شکلی برای آیندگان بنگارند. شاید کسی درسی بیاموزد و از آن برای منطق تراشی استفاده و در گفتارها بگویند جناب سربی چنین گفت. از شما بینندگان و شنوندگان این گفتار معذرت میخواهم که در شب عید سردردی و مزاحمت برایتان ایجاد کردم. قول میدهم که این آخرین گفتارم با یک دستگاه تبلیغاتی فارسی زبان باشد، چون ساده شخصیت و پرمعرفت و بی آلایش مثل پارسا سربی و تلویزیون مردم که مرا قانع به زحمت تهیه گفتار و خواندنش بکند وجود ندارد و هرگز هم نخواهد وجود داشت. عیدتان مبارک، همیشه شاد و سرحال و پیروز باشید. ممنونم از شما. اشک ما رو در آوردید. بله. درصد ممنون و متشکر. و نکته جالبی که ایشون گفتن همون سوال اصلی که اگر آخونده مثلا بودن تو اون زمان طرفدار ظالم بودن یا مظلوم، و اینکه برای اینکه موفق بشید شما باید بیشعوری رو در مردم درست کنی، آماده کنی تا هرچی دلت خواست بهشون بگی. این نکته خیلی بزرگی بود. اگه بخوام یک کاری رو شروع کنم به این نکته حتما توجه میکنم. در مورد کار دوستانی هستن که با تلویزیون مردم، آقا بازم از شما ممنونم، خیلی ممنون. من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم و ایشون هم قبلا تو رادیو تلویزیون بودن، کار کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که همون که میگن دیگه، این کار هوا فروشیه و هوا هم میره دیگه، میگذره. دوستانی هستن که تماس میگیرن با تلویزیون، سوالاتی میکنن یا پیشنهاداتی دارن و من همیشه گفتم ما تلاش کردیم، یا من تلاش کردم که مثل تلویزیون‌های دیگه در همه رشته‌ها خودم رو استاد ندونم. حتی دوستم پتیک سوال کرد که آقا یه چیزی میگن به نام تسلا ساختن میذارن تو کنترل برق کم مصرف میشه. گفتم به قول آمریکایی‌ها هر وقت دیدیم باور میکنیم. حتما خیلی از شما میدونین کنترل قدیمی اون صفحه آلومینیومی که میچرخید آهنی بود، خیلی ها میمدن یه مگنت میذاشتن روی کنترل، هم خودش هم آهنی بود، شیشه ای نبود، یک مگنت مغناطیس میذاشتن و این یواش میچرخید. بعد اداره برق فهمید اینا رو آلومینیوم کرد که آلومینیوم چیز نمیگیرتش، مگنت یا مغناطیس نمیگیرتش اینها. ولی این که میگن این دستگاه رو بذار برق کم مصرف میکنی، شما بهترین کاری که میتونی بکنی چیزایی که خاموشه اون ترانسفورمرش و چارجر و اینا رو از برق در بیارید، چون شما وقتی هم تلفنت به برق وصل نیست اون هنوز داره برق مصرف میکنه. البته بگذاریم که الان خیلی از چیزها شما اگر از برق در بیارید تمام تنظیماتش میخوره به هم، دوباره باید وصلش کنی، حتی مایکروویو، حتی تلویزیون، و اون وقت برای سریع روشن شدنش هم یه مقداری اشکال ایجاد میکنه. اینه که مردم دیگه عادت کردن به اینکه پول برق زیاد بدن. ولی یکی از دوستان زنگ زد، من نه پیامش رو پخش میکنم نه صداش رو میگم. ایشون گفته بود که بعد از 40 سال کار کردن تو آمریکا، به اصطلاح چون از همسرشون جدا شدن، بچه ها بزرگ شدن، رفتن راه خودشون و اینها، تصمیم گرفتن که خونهشون رو اینجا بفروشن و برگردن ایران و
باقی مانده این پول 150,000 دلار شده. دوستانی که تو ایران هستید فکر میکنید بیان اینجا یک شبه میلیونر میشین، این آقا 40 سال اینجا کار کرده، حالا گرون شدن خونه و این چیزا وقتی بدهیاشو داده 150,000 دلار داره. حالا شما اینو گوش کنید، ولی از همین الان این 150,000 دلار شده بلای جونش، میترسه که چه کار کنه. دولت میگه 10,000 دلار ببری نمیخواد گزارش بدی، ایران میگه 10,000 دلار بیاری نمیخواد گزارش بدی، ولی این بنده خدا یه پولی که مال خودشه، مالیاتش هم داده، میخواد ببره. به خاطر این تحریما و اینها به این مشکل برخورده. اگه قدیم بود اینجا توی بانک حساب باز میکرد، احتمالا بانک ملی گویا تو نیویورک حساب بود یا تا حالا لابد جای دیگه هم باز میکرد، میرفت اونجا پول رو برمیداشت. ولی حالا به غیر از این که بردنش براش یه درد سری و باید همش بیدار باشه تو هواپیما تا میرسه اونجا، میگه اینو من چجوری به اینا بگم که بعد اونجا که میرسم یکی نگه نگفتی پول رو بگیرن و بازداشت کنن اینا. من گفتم والا من هیچ نصیحتی به شما نمیتونم بکنم، چون من نه در رابطه با ایران آگاهی دارم، نه رفتم نه اومدم نه میدونم. ولی بهشون پیشنهاد کردم که همه پولاتو یه دفعه به اصطلاح عوض نکن، نفرست. بعد گفتم اگه رفتی ایران یه دفعه نری دنبال یه دختر 20 ساله 30 ساله بگیری. من فکر کردم ایشون مثلا 60 سال 50 خورده. گفت من 70 سالمه و یکی از شرایطش اینه که زن جوانتر از 60 سال نمیخواد. گفتم حالا شما یکم تخفیف بده، 55 تا 65 مثلا بگو. در صورت نمیدونم به شما بگم اگه کسی میتونه راهنمایی کنه، ولی به نظر من به ایشون تنها پیشنهاد این بود که مواظب باش مواظب باش مواظب باش. البته بعد از این که با ایشون صحبت کردم گفتم من یادم رفت، تلفنی باهاش صحبت کردم، گفتم یادم رفت بهش میگم خب شما که میگی من همه برنامه‌های تو رو از اول تا آخرش با دقت گوش میکنم، این همه سال ما گفتیم حمایت، چرا حمایت نکردی؟ و گفتم اینم میگه نگاه کن، تا به سوربی گفتم 150,000 دلار دارم، اینم الان برای پول ما میخواد یک کیسه ای بزدوز. نه آقا، برو لذت ببر، استفاده کن، ولی مواظب باش مواظب باش مواظب باش، کلا سرت نذارن. من یکی از دوستام اینجا میخواست برای خونش خونه نو خرید و میخواست پرده و اینا بزنه. یه آقایی بود، همتون هم شاید بشناسین، تو تلویزیون رنگارنگ هم بود، به نام سعید قومی. اتفاقا اگه کسی خبر ازش داره بگه. این آقا رو ما معرفی کردیم به این دوستمون علی آقا. بعد میرفت خونه و میمد و خانم سعید قومی هم یه خانم عراقی بود، خوراک خوب درست میکرد. گویا بعدن این میخواسته بره ایران، این دوست ما علی 17,000 دلار بهش داده که بده به پدر مادرش، این پول رو برداشت آب کرد بار. چه میگن آبم کرد روش خورد، آبم کرد روش رفت. بعد اون به من گفت، گفتم آقا من اصلا خبر ندارم و این برا قرار برای شما پرده بدوزه، چرا شما یه دفعه کار صرافی و اینها؟ گفت اطمینان، خلاصه خیلی مواظب باش، پولای همدیگر رو میخورن مردم و نمیدونم چه باید کرد. برای این دوستمونم که در کالیفرنیا 40 سال بوده و حالا تصمیم گرفته بره ایران، بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که این پول رو هم به سلامت بتونه برسونه به اونجا. و بازم ممنون از این دوستمون از خلیج فارس که باید بیشعوری مردم رو ساخت و آماده کرد و خیلی قشنگ مثال زد که آیا کسی میره برای اونای دیگهی که به شکل فجیع‌تری کشته شدن این همه گریه و زاری کنن؟ نه، برای که اون ریشه بیشعوری تو اون قسمته رو تو مغز آدم ها اینا کار نیذاشتن. برای جاده سازی هم میگن اول باید جاده رو پیو کنن، پیو کردن یعنی آسفالت کردن، آماده کردن و الی آخر. تصاد بازم ممنون و متشکرم. بریم سراغ آقای انصاری. آقای انصاری یه ویدیو فرستاده، اگه من بتونم این ویدیو رو بیارم بذارم توی اینجا و پخش کنم و بگم که صدا هم آدیو دیوایس نو ساوند سپیکر بزنیم، حالا ببینیم کار میکنه. اینجا پلیر 5 آقای انصاری، و آقای انصاری هم این مدت که کووید بوده خیلی خوب یاد گرفته با این دستگاه ها کار کنه و رفتن یک برنامه رو که من و ایشون از تلویزیون رنگارنگ 21-22 سال پیش با هم به اصطلاح داشتیم، عکسی رو از اون برداشتن و روش صحبت میکنن. بشنویم صدای آقای احمدعلی مسعود انصاری، هم برای ایشون هم برای خواهرشون خانم لیلا انصاری.
آرزوی بهترین ها و امیدواریم سالی خوب در انتظارشون باشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست، هرچه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. از او آمده ایم و به سوی او باز می گردیم. برادر عزیز و مهربانم جناب آقای سربی، عید سعید نوروز را به شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون مردم تبریک عرض می کنم و در این سال جدید برای شما و بینندگانتان از درگاه یگان خدای متعال موفقیت، سلامتی و خوشبختی را آرزو مندم. به شکر خداوند و با سپاس از شما، طی بیش از دو دهه که از آشنایی، دوستی و برادری شما برخوردارم و مصاحبه های متعددی را چه در تلویزیون رنگارنگ و چه در تلویزیون مردم در خدمت شما انجام دادم، در راستای کمک به پخش حقیقت، به غیر از پاکی، مردانگی، درستی و شجاعت از شما ندیدم. هرچند که افشای این حقایق می توانست برای شما گران تمام شود. اکثریت افراد نه تنها در افشای این حقایق کمکی نمی کردند، بلکه در نقش و پخش آن نیز مانع تراشی می کردند. خداوند را شکر می کنم و از همراهی، بزرگواری، شجاعت، پاکی و برادری شما ممنون هستم. جا دارد که خداوند را شکر کرده و از مرحوم آقای داور ویسه نیز تشکر کنم. انشالله خداوند ایشان را بیامرزد. برادر خود را به یگان خدای بزرگ می سپارم و انشالله در آینده نزدیک در جهت آنچه که خیر است، خداوند فرصت همکاری های جدیدی را برای ما فراهم فرماید. و یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده او لا اله الا هو. خب ممنون از آقای احمدعلی مسعود انصاری. و دوستان آقای امیر حسین لادن و دوستانشون در اندیشکده آگاهی و شناخت هم لطف کردن و یک شاد باش به خاطر رسیدن نوروز برای اونهایی که جزو لیستشون بودن فرستادن. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. هر کدام از ما می توانیم معنی و مفهوم خودمان را از این بیت خیام داشته باشیم. با در نظر گرفتن آنچه بر مردم و میهنمان می گذرد، نوروز می تواند راهگشا باشد. نوبهار آغاز سال طبیعی است. آغاز سال طبیعی است. ما ایرانیان برای رهایی خودمان و نجات میهنمان نیاز شدیدی به نوبهار، به آغازی نو، به دوره جدید و به شروع دوباره داریم. تا حکومت مذهبی در میهنمان برقرار است و آخوند حاکم است، خوشدلی، خوشخیالی است رهایی مردم و نجات ایران در براندازی حکومت مذهبی و جایگزینی با یک سیستم انسانی است. سیستمی که انسان اصل است و همه چیز برای انسان و زندگی انسان است. اندیشکده بر این باور است که امروز خردگرایی و پذیرش ارزش آبروی انسان حکم می کند، که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. حکومت مردم، بر مردم و برای مردم، سیستم مردم سالار ملی ایران. و اندیشکده آگاهی و شناخت، شماره واتسابشون هم هست 201-321-295-47-96. اجازه بدید اینو بهتون به این صورت نشون بدم، 16 به 9، که بتونید اگر میخواین باشون تماس بگیرید داشته باشید و ببینید. 201-321-295-47-96.
شماره واتساپشون هست. ممنون و متشکر. بریم سراغ آقای خالصی. باز هم تشکر میکنم از پسر برومند ایشون که لطف کردن و این نوشته ها رو برای من فرستادن. ولی با هم ببینیم، سعی میکنم تا اونجایی که امکان داشته باشه اینجوری به شما قسمت به قسمت نشون بدم و بخونیم. کامرای دو، بله. آقای سوربی، با بهی و ارادت، علی اکبر خالصی بوشهری، شما چون شیرازی هستید جا دارد که درباره کریمپور شیرازی که روز 23 اسفند که شب چهارشنبه سوری بوده، کریمپور را از زندان پادگان بیسیم قصر بیرون آورده و با نفت سوزاندن، صحبت بفرمایید که چگونه خاندان پهلوی از رقص آتش لذت بردن. وی را که بیش از دو سوم بدنش سوخته بود امروز صبح به بیمارستان شماره یک ارتش برده و در اتاقی که مجاور اتاق دکتر فاطمی که از دیشب به آنجا منتقل شده بستری نمودن. کریمپور گفته بود که مرا آتش زدن، ولی پزشکان زندان گفتند هذیان میگوید. در بیمارستان فریاد میزد اشرف مرا کشت. 1332. در روزنامه شورش مفصل نوشته شده که به همین کوتاهی اکتفا میکنم. کریمپور در مقاله‌ای نوشت دلا نیز فساد دربار در فساد و دربار را باید گل گرفت. آهان، تو پرانتز نوشتن در، بله. من به مردن راضی ام اما نمی آید اصل بخت، ببخشید. من به مردن راضی ام اما نمی آید اجل. بخت بد بین که اجل هم ناز می باید کشید. کلک، این کلک یا کلک، کلک شورش به دل خصم چنان کار کند که بدان کوه گران تیشه فرهاد نکرد. این وقتی من میگم دوستان اگه پیغام بذارن و من پخش کنم خیلی بهتره، چون من واقعا نوشته های دیگران رو که میخونم کمی خجالت میکشم وقتی کلمات رو نمیتونم بگم. البته بهتون گفتم دوستانی هستن تو تلویزیون، مثلا اون دوستمون طرف داشت میخوند ضرب و شتم رو، گفت ضرب و شتم، این خیالشون هم نیست، میگذرن میرن. خود منم لابد کلماتی رو اشتباه خوندم، ولی اینجوری در صورت میگن که او توسط مامورین در شمیران در منزل حاج مشری دستگیر شد. چهارشنبه سوری و نوروز باستانی به شما و شنوندگان و بینندگان آن رسانه مبارک باد. ارادتمند علی اکبر خالصی بوشهری. من ممنونم از شما. ولی دوستان من میخوام خط ایشون رو بهتون نشون بدم که گویا ایشون ژورنال مینویسن یا برای خودشون تو دفتر یادداشتشون مینویسن، یا این همون کتابیه که در دو نسخه ما گذاشتیم روی اینترنت، اگه کسی هم میخواد هنوز روی گوگل درایو هست، من میتونم بفرستم براتون. شما یه ایمیل بزنید به info@mardomtv.com و من براتون میفرستم. مستوفی الممالک که از رجال عصر قاجار و پهلوی بود میگوید در یکی از مذاکرات حزب سوسیالیست هنگام ریاست وزرای سردار سپه که من حاضر بودم، در اطراف ضدیت مدرس و افتادن سردار سپه و نتایج آن برای کشور هر چیزی میگفت. همگی حتی من هم معتقد بودیم که حیف از سردار سپه، این مرد فعال با جرزه از بین برود. رفقای خوبی چون سابقه مرا با مدرس میدیسناسن پیشنهاد کردن بروم و با او صحبتی بدارم. ای کاش این بیشتر نوشته بودید تا ما متوجه اصل داستان می شدیم. در صورت اینجام شهریور 1377، باز همون خط رو شما فقط دقت کنید که ایشون نوشتن و نوشته ایشون بعد از اینکه کلی پول خرج کردن و کلی بهشون دروغ گفتن سر قیمت ها و اینها، در دو نسخه در قسمت PDF مجانی شما میتونید داشته باشید. اگر خواستید ایمیل بفرستید من براتون میفرستم. در صورت آخر این صفحه نوشته شده زندگی سیاسی سید زیادین طباطبایی، جعفر مهدی‌نیا،
انتشارات پانوس تهران پاییز 1369 صفحه 672 670 تا 672 رشوه به آیت الله مدرس رحم یه چیز نوشتن. شبی یزدان پناه از جانب رضاخان 10,000 تومان نزد مدرس آورد که بگیر و ساکت باش. مدرس پاسخ داد پول را زیر دوشک بگذار و برو به اربابت رضاخان بگو تا دینار آخر خرج نابودی تو خواهد شد. اگر رضا داد که هیچ، وگرنه بیا و از همون جا که پول را گذاشتی بردار و برو. از لابلای گفته های سید محمد جواد مهری انتشارات هجرت چاپ اول بهار 1372 چاپ بهمن صفحه 212. من بهتون گفتم مرتب بودن و حضور ذهن این آقای علی اکبر خالصی بوشهری من رو واقعا به تحسین وامی داره. خیلی ممنون و متشکرم. این هم آقای خالصی نوشتهشون اینجا میگن دوستان سعادت مانند توپ بازیه. حالا بعضی ها نوشتن توپ فوتبال، ولی بیشتر توپای بازی اینجوریه، شما به یه صورتی دنبالش میدویی، حالا والیبال میپری بالا، بسکتبال میدویی و میپری، فوتبال را میری و میدویی و اینها. میگن جالبه اگه اون سعادته، ولی وقتی شما بهش میرسی، حالا یا با والیبال مشت میزنی یا با بسکتبال پرتش میکنی یا با لگد به این توپ میزنی و اون رو از خودت دور میکنی. حتما اگه فکر کنید شما هم در زندگیتون چه کوتاه چه بلند همچین موقعیت هایی داشتید که سعادت مانند توپ است، دنبالش میدوید، وقتی بهش میرسید با یه لگد یا با یک مشت اون رو از خودتون دور میکنید. خب حتما آلندولون هرچی یادتون هست، این هنرپیشه فرانسوی به اصطلاح هندسام که فیلماش هم تو ایران، این تو فیلمایی که تو ایران میمد، حالا خدا میدونه کی مثلا یه رفته بوده فرانسه این هنرپیشه رو آشنا شده، یه شرکتی چجوری فیلمو خریده میمد پخش میکرد. این نبود که ما یه کسایی داشته باشیم نظر داشته باشن ببینن جامعه ایران کیو دوست داره. این بود که یه دفعه فیلمای ایرانی رفت لاندا بوزانکا، فیلماش رفت چیچو فرانکو، از این بر چارلز برونسون میمد، از اون بر نمیدونم جان وین میمد و اینها. و فیلمسازی ایران هم که تازه حالا به تقلید از فیلمای هندی دیدید، چیزی بود که یکی از افتخارات ایرانی ها این بود که تو مهمونی ها میگفتن ما فیلم فارسی نمیریم، یعنی دیدن فیلمای فارسی کسر شأن بود. و اما آلندلون که الان 86 سالش هست میگه من میخوام با کمک دکترا خودم رو بخوابونم، از بین ببرم که مریض و به اصطلاح اسیر تخت بیمارستان و اینها نباشم. توی هلند اگه اشتباه نکنم این سیستم هست. چند سال پیش توی آمریکا یه دکتری به نام دکتر کبرکیان بود، این بیچاره رو انقدر جریمه و اذیت و زندان اینها کردن که اصلا به غلط کردن افتاد و به اصطلاح بعدم خودش فوت شد و رفت. ولی کشورهایی هستن که این روش کمک کردن به کسانی که تصمیم میگیرن آقا من نمیخوام بیفتم توی رخت خواب همه فامیلم زجر بکشن یا فراموشی بهم دست بده، میخوام هر جوری که اونا صلاح میدونن یا با گاز یا با کپسول با سوزن اینها بخوابونن، مثل همین بیچاره سگا اینا که مریض میشن یا پیر میشن، برای که درد نکشه میبری یه مبلغی ازت میگیرن، بعضی جاها هم حتی پولم نمیگیرن، اونا رو میخوابونن میان. آلندلن تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده. و اما پدیده شوفر یا توهم دانایی، من تا حالا اینو نشنیده بودم تا اینکه یه ویدیو دیدم، یه خانمی درباره یک دانشمندی که جایزه نوبل رو برنده شده به خاطر یه اختراعی یه فرمول بزرگی اینها، و میدونید وقتی اینا برنده میشن بعد دانشگاه‌های مختلف از اینا دعوت میکنن که بیان برن سخنرانی کنن. اون وقتا مثل الان نبوده که فوری عکس طرف رو فیسبوک ببینن، رو توییتر ببینن، رو لینکدین ببینن، رو یوتیوب ببینن. این بوده که این آقای دانشمند یک ماشینی بهش میدن و یه راننده‌ای که بهش تو زبان فرانسوی فکر کنم میگن شوفر، ایران هم میگفتیم شوفر، همینجا میگن شوفر لایسنس.
خلاصه یه راننده هم بهش میدن و میگن برو این دانشگاه اون دانشگاه اینا. و این آقایه وقتی که میرفته همراه این دانشمند و این دانشمند سخنرانی میکرد و دو مکانهای مختلف تو دانشگاه و اینها، به دقت اون که وای میساده سخنرانی میکرده، این مینشسته به دقت گوش میداده. یه دفعه وقتی که داشتن از یه جایی میرفتن یه جای دیگه، به این دانشمنده میگه این چیزایی که شما میگید دیگه انقدر تکرار کردید که من هم واردم و میتونم عین شما سخنرانی کنم. اون مردم میگه خب چه خوب، مثلا جلسه آینده که من خسته هستم تو جای من، اینا که نمیشناسم، من میرم میشینم به عنوان شوفر، تو برو پشت پودیوم، پودیوم میگفتیم تو ایران، و صحبت کن. این آقا وقتی میره صحبت میکنه، همه هم با دقت گوش میدن. خود اون دانشمندم خیلی واقعا براش جالب بوده که این چقدر قشنگ یاد گرفته این موضوعاتو. بعد یه نفر موقع سوال و جواب یه سوالی میکنه، این آقای راننده چون به این سوال بر نخورده بوده، این شوفر میگه که این سوالی که شما میکنید که خیلی ساده است، حتی شوفر منم میتونه بهتون پاسخ بده. میگید نه، صدای راننده یا شوفرش میزنه که همون دانشمند است که بیا اینجا توضیح بده. و این آقا میاد توضیح میده. میگن به این پدیده میگن پدیده شوفر یا توهم دانایی. دوستان فکر نمی کنید همه ما از دانش و دانایی یه توهمی فقط داریم؟ سهممون فقط یه توهمه. به همین خاطر تو تمام رشته ها صحبت می کنیم. یه دوستی یه چیزی می نویسه، بعد فردا می بینیم اصلا این صلاحیت نداشته همچین نظری بده. و اینها همین جنگ اوکراین و روسیه و اینا، خیلی ها به من میگن نظر شما چیه؟ میگم من اصلا نمیدونم چه خبره اینا. اگه قرار باشه هر کسی بره هر جایی جدا شده برگردن، خب سرخپوستان باید که اینجا رو بهشون بدن، نمیدونم ایران هم باید بره نصف اونجا رو بگیره، یونان هم باید بره نصف دنیا رو بگیره، یک اصلا دیگه نمیشه که. در اصل اوکراین ماجراش به این سادگی نیست. بری ویدیویی رو که آقای پتیک برای من فرستاده، اگه بتونم لینکش رو پیدا کنم روی فیسبوک براتون بذارم، برید نگاه کنید که یه آقای تو سال 2016 راجع به اوکراین صحبت میکنه و میگه که 2014 این کاری که همین رئیس جمهوره و اینایی که الان دستن در کار اوکراین هستن با کمک اوباما و دیگران کردن، این بود که نتیجهش به اینجا رسیده. از اون ور این پوتین هم میگه که میگه که ما به خاطر اینکه ناتو اون چیه آمریکای شمالی پیمان ناتو هی قولی که داده بود عمل نکرده، داره کشورهای بیشتری رو به خودش جلب میکنه، ما مجبوریم یه جا وایسیم. که حتی خود زلنسکی هم الان میگه که ما نمیخوایم به ناتو بپیوندیم، ما فقط میخوایم جزء اتحادیه اروپا بشیم، که خود اروپا هم الان یکم وحشت برش داشته که اینا ملدووی و اینا رو قبول کنه یا نه. باید صبر کرد ببینیم چه اتفاقی میفته. من در این مورد نظری ندارم. و چه خوب که برنامه‌های تلویزیون مردم همینجا تموم میشه و دیگه لازم نیست ما در این موردها یا موارد حرفی بزنیم، نظری بدیم. ببینم اینجا نوشته ای دارم، اون دوستمون 150,000 دلار امیدوارم به خوبی برسه به ایران. و این پیام‌هارم پخش کردم، پیامی دیگه نداریم. و این کاغذ امروز اون خیلی کوتاه بود به دلیل اینکه چندین پیام دوستان لطف کردن، از پیام آقای انصاری، پیام پتیک، آقای زاهد هفتلنگ، پیام اون دوستمون از خلیج فارس، و اونها ما رو یاری کردن در به اصطلاح این برنامه. و اما عکسایی هم هست بهتون نشون میدم که بلکه کامپیوتر ما سبک بشه. از اینجا هم به دوستان در اندیشکده آگاهی و شناخت هم سال نو رو تبریک میگم و هم بهشون یه خسته نباشید بزرگ میگم برای این فعالیت هایی که در چند سال گذشته من شاهدش بودم اینا انجام میدن و امیدوارم موفق باشن. پروین اعتصامی دو سه روز قبل یا روز تولدش بود یا روز وفاتش بود یه شعری رو خیلی قشنگ نوشته بود در وصف و توصیف پادشاه ها و اینکه به اصطلاح
اینها مفتخار هستن و حق ملت رو میخورن و اینها، من براتون این رو میخونم، ولی ای کاش به صورت دکلمه بود. اشک یتیم روزی گذشت، پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست؟ دانیم آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین اعتصامی، و تو شیراز هم ما مدرسه داشتیم به نام پروین اعتصامی، روانش شاد و یادش گرامی باد. خب این هم من پاک کنم. یک نماینده در رابطه با پیام آقای زاهد هفلنگ، یک نماینده مجلس ایرلندی به شدت اعتراض کرده راجع به این که به قول معروف میگن وال تو وال، این خونه هایی که میخواستن بفروشن وقتا میگم مینوشتن وال تو وال کارپت، یعنی دیوار به دیوار فرش یا موکت داره. این میگه که اینقدر به اوکراین توجه میکنن، نظرها رو جلب اون کردن، ولی هیچ خبری از صدای اونای دیگه که تو جنگ‌های مختلف کشته شدن نیست. من اون رو روی فیسبوک گذاشتم، سعی میکنم فیسبوک ماکسیموم روزی 3 تا چیز بذارم. من مثل دیگران شما رو بمبارمان نمیکنم. اگه خواستید، حالا که دیگه مخصوصا برنامه نداریم، از طریق فیسبوک فالو کنید، از طریق یوتیوب سابسکرایب کنید. یک شنبه هفته گذشته به خاطر عکس اون 3 تا یهودی که من گذاشتم روی یوتیوب، ویدیوی من رو پاک کرده بود یوتیوب، ما رو هم یک هفته به اصطلاح حبس خانگی داده بود. و همین الان اگه دقت کنید، من از یه یوتیوب دیگه دارم برنامه زنده پخش میکنم. امیدوارم فردا اجازه بده ما این یوتیوب رو بذاریم و برای شما لینکش رو بفرستیم. اینم برای اونایی که ما رو از طریق لینک های مختلف یوتیوب نگاه میکنن. ولی این هم جالبه، این نوشته ای بود که روز 11 روز جنگ روسیه و اوکراین پخش شد روی اینترنت، و بالاخره اینا رو اگه دقت کنید بد نیست. ببخشید 15 روز میگه اوکراین 15 روز بعد از جنگ، یمن 6 سال و 11 ماه و 6 روز، عراق 16 سال و 5 ماه و 23 روز، افغانستان 43 سال و 9 ماه و 14 روز، فلسطین 73 سال و 9 ماه و 14 روز. اگر وجدان شما برای مورد اول آزرده شده و برای بقیه نه، فکر نکنید خیلی آزاد اندیشید. خیر، شما فقط اسیر رسانه ها هستید. البته من یه چیزی بگم که توی این قسمت مخالفت میکنم با این. ببینید، شما اگر پدرتون امروز فوت شده باشه، خاطره پدرتون رو به اصطلاح از دست دادنش، این بیشتر اثر میذاره تا بگی پدر بزرگتم 50 سال پیش، جدتم 25 سال پیش، چیگه اونا برد معمولی شده. شاید داستان اوکراین هم بشه اینو گفت، ولی از این که هر کی دستن در کار این ماجراست، خیلی قشنگ داره تبلیغ میکنه، استفاده میکنه، پول جمع میکنن. حتی خیلی ها گفتن این جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه برای اوکراینیا هم بهتره، چون هم رئیس جمهورش داره توجه ها رو میگیره به خودش، کمکایی که لازم داره از این برانور دریافت میکنه، و هرچی این جنگ طولانی تر بشه، درست ساختمون ها رو میزنن، آدم ها در به در میشن، بیش از 2 میلیون نفر الان پناهنده شدن، ولی یه نعمات و میگفت جنگ نعمت هست براشون داره. بگذاریم، بریم ما برنامه اونو همونجوری که همیشه ساده بوده ساده انجام بدیم و به پایان برسونیم. و امروز
ممنونم، تشکر میکنم از آقای اکبری که ایشون هم چند سال به اصطلاح الان یار تلویزیون مردم بوده، عکس دو تا فروشگاه رو نشون میده و میگه این دوستان وقتی میخوان اسم برای فروشگاه بذارن ای کاش که یه نگاهی بکنن به اصطلاح این مغازه اینوری مغازه اونوری، اسماشون رو در رابطه با همدیگه انتخاب کنن. این یکی اسمش هست مادر یعنی مادر، این یکی نوشته قهوه، حالا بغل هم باشه میشه مادر قهوه، در صورتی که اصلا قهوه نیست، اون قهبه است، ه جیمی و هم نیست ب، در صورت اینم طنزه که آقای اکبری هم خیلی قشنگ وارد این کارا رو انجام بده. من به نوبه خودم خیلی از ایشون یاد گرفتم و همینطور از آقای آتیلا. حالا بریم سراغ عکسای دیگه اگه داشته باشیم اینجا بهتون نشون بدم. این یکیش اینه که یک آقای مسنی رو نشون میده که داره تو خیابون راه میره، حتما میبینید دیگه اینجا، و بله کمرش از کمر درد و مهرهاش تجربه موبت شدن اینجوری دلار راه میره، میگه که کسی بهش گفت که پدر جون چیزی گم کردی اینجوری رو زمین دنبالش میگردی؟ گفت بله جوانیم را گم کردم. به یه عکس دیگه هم هست، یک پیرمردی که کمرش خم شده و به شکل عصا در اومده، گویا یه جوونی مسخره میکنه و میگه که این عصا رو چند خریدی؟ میگه این رو طبیعت بهت مجانی میده، تو هم کمی صبر کن، یه عصا هم در انتظار تو هست. و اما این عکس رو من دیدم، برام خیلی جالب بود، چیزی که تو ایران الان همه جا شما هم میبینید، همینسن فقط یک شعبه دارد، شعبه اصلی نمیدونم سوهان خلیفه اینه، گز نمیدونم فلان اینه. ببینید دوستان، بذارید من اکثر تا اونجایی که بتونم بزرگتر کنم، سلکت ایریا بیاریم از اینجا تا اینجا. این سه دهنه مغازه هست، یا شاید ما بله دو دهنه، ولی یک پهن‌تره یک باریک‌تره. نوشته شعبه اصلی کالباس کلباس، اینم نوشته شعبه اصلی و واقعی کلباس، هیچ شعبه دیگری غیر از این فروشگاه ندارد، با بیش از 20 سال سابقه. یه نفر نوشته بود وقتی که یه خانواده ببخشید بینشون اختلاف میفته و اینجوری به اصطلاح با هم رقابت میکنن، دیگه از مردم معمولی چی انتظار داری؟ گفتم حالا شما چرا فکر میکنی اینا دارن رقابت میکنن؟ شاید اینا اول این دوشتا رو داشتن، تابلو به این بزرگی هم درست کردن گذاشتن، حالا این یکی اینوری هم باز کردن گذاشتن و این را هم تابلو زدن که بی تابلو و بی سر و چی نباشه، یا برعکس اینو داشتن اینو بهش اضافه کردن. ولی اگر اینها با این کار میخوان با هم مخالفت و رقابت کنن، خیلی هم احمقن که بغل دست هم زدن و اینجوری نوشتن و اینها. در صورت تو ایران همه تابلو نوشتن ها و اینها هم روش خودش رو داره و همه چیزای ما میگمتون یه جور دیگه هست. یه دوستی، اجازه بدید من این براتون بیارم، یه دوستی این عکس رو گذاشته بود، نوشته بود خانه تکانی یعنی این. ببینید، شاید هم هفته پیش بهتون نشون دادم یا در موردش گفتم که حالا عکس یه نفری که هم یه سرپوشی داره، عمامه که نیست، نمیدونم تاجه چیه، از اون برم لباسش فرهور روشه، ولی نوشته خانه تکانی یعنی این. آخوند رو از ایران انداخته بیرون، جالبه که به طرف خلیج فارس، و خب بعدش حالا چی میشه؟ و از اون ور از خودتون سوال کنید، شما فکر میکنید واقعا قبل از 22 بهمن همه ایران و ایرانی ها آدم های خوب و شریفی بودن، یه دفعه همه بد شدن و پدرسوخته شدن و اینها؟ من فکر نمیکنم اینجوری بوده باشه، ولی نمیدونم. این رو هم براتون خوندم، شاه و تاج، و حالا این یو اس ای ببینم چیه اینجا. بله این خیلی جالبه، این نوشته ای که وقتی آدم میخونه یکم به فکر باید فرو بره. و کمرای دو با هم هستیم تا دقایقی دیگر، شما
بیننده اولین برنامه سال 1401 هستید و آخرین برنامه سوربی از تلویزیون مردم. میگه از مردم جهان خواستند که در مورد کمبود غذا در سایر کشورها نظر بدهند، ولی هیچ کس نظر نداد، چون مردم آفریقا نمیدانستند غذا چیست، مردم آسیا نمیدانستند نظر چیه، مردم اروپا نمیدونستند کمبود چیست و مردم آمریکا نمیدانستند سایر کشورها کجاست و چیست. اینم جالب بود به نظر من. بعضی از نوشته ها میگم خیلی جالبند و قابل تأمل و فکر. و اما ایرانی ها میدونید کاسه از آش داغ‌تر بودیم و هستیم و خواهیم بود. همین نمونهش این داستان اسلام و سنی بودن و از این ور شیعه و اینها رو نگاه کنید. الان هم جنگ توی اوکراین و راشا و اینها، این آقا این ماشینه رو ورداشته نوشته هشتگ اوکراین خط فاصله قهرمان، زیرش هم که میبینید یک چیزی یا مثل عقاب یا فروهره، ولی یه اسکلتی، یه تاج روشه و این هم دیگه یه نوع حماقته که پولشون رو میبرن میدن استیکر و این چیزا میخرن که دازال نظر راننده پشت سریرم به اصطلاح جلب کنن، بنده خدا اون حواسشو پرت میکنن. اینم یکی از دوستان از مدرسه شاهدخت شیراز به اصطلاح این عکس رو، آقا اکبری بود فرستاده بود، مدرسه شاهدخت اگه اشتباه نکنم خواهر این آقای دکتر مظاهری مدیرش بود و ساخته بودش، یه چیزای اینجوری شنیده بودم من. در اصل مدرسه دخترانه بود که خیلی معروف بود توی ایران توی شیراز. اینم از این، ممنونم از دوستان که این عکس ها رو با دوستای خودشون شیر میکنن. این هم شاهدخت 1352، 5 سال قبل از انقلاب. و اما این اسپرینگ تموم شد هست. این یکی چیه اینجا، یه دوتا عکس براتون بذاریم باز کنیم. آها یه وبسایتی هست، وبسایت نه یه فیسبوکی هست به نام نه من مسلمان نیستم، منم اونجا دعوت کردن عضو شدم و برای من خیلی تعجبه چیزایی که می نویسه، بعضی وقتا از اینوریه کاملا، بعضی وقتا از اونوریه. مثلا این یه نمونهش نگاه کنید، این همین فیسبوک من مسلمان نیستم این گذاشته بود، توضیح میده زن غربی از 18 سالگی باید خودش خرج کنه، خرج خودش در بیاره، کار زن اجباریه با سختی، حتی با کارگری بهش میگن برابری، باید پول قهوه خودشو بده، دوست پسرش قهوه بر قهوه خودش، سالها دوست پسرها با اون ازدواج نمیکنن چون بعد از ازدواج نصف اموالشون مال زن میشه، به خاطر همین نصف بچهای کشورهای غربی حرامزاده ان. اینا که به حرامزاده و با حلالزاده باور دارن باید ازشون سوال کنید، این قبل از اسلام همه دنیا حرامزاده بودن، باید ازشون سوال کنی بچه های آدم و حوا و دیگران که با هم ازدواج کردن اینا حرامزاده بودن. و اینجا نشته حرامزاده اند و بدون ازدواج قانونی، خود این قانون رو کی گذاشته کی چی؟ این برای نشته و اما زن مسلمان تمام مخارجش با شوهرشه، به محض ازدواج به هم در حد توانش هدیه میدن، مهریه هدیه کجا، لازم نیست حتما کار کنم، لازم نیست همه اموالشو به نامم بزنه، اگه کار کنم تمام پولم مال خودمه، با آرامش فرزندان بزرگ میکنم، اسلام رو دوست داره و چون باعث آرامش زن و خانواده میشه. میگه حالا فهمیدید چرا فمینیست های دو آتش مسلمون میشن؟ حتما دیدید که چند تا از این غربی ها هم هی رفتن و به اصطلاح مسلمان شدن. این عکس رو من یه لحظه بهتون نشون میدم، من فکر میکنم این عکس بود که باعث شد ما به اصطلاح ویدیو اونو بردارن. حالا این عکس اگر حقیقی بوده که یوتیوب کار احمقانه ای انجام داده، اگه فتوشاپ بوده که زیرش نوشته این مردان یهودی برای اینکه زنان را نبینند و مورد تحریک زنان قرار نگیرند صورت خود را با چادر پوشوندن، اگه این بوده که به اصطلاح اینم خیلی احمقانن، چون اگر صورت خودشون رو بپوشنن که نبینن که نمیتونن را برن، خلاصه نمیدونم. اینم بازی عکسی
از یوکرین که مردم میگن همه وایسادن و دارن به اصطلاح مقابله میکنن، نه خیر اینجور هم نیست. گفتمتون از 40 میلیون بیش از 2 میلیون تا حالا رفتن ایستگاه قطاره و میبینید چجوری نامنظم، چجوری همه هجوم آوردن میخوان سوارشن. اتفاقا آقای اردوان روزبه رفته اونجا که حالا دیگه اگه ما بودیم فرصتی بود باش مصاحبه میکنیم، ولی دیگه ما رفتیم، نوبت شماست که این کار رو انجام بدید. و اما ببینم این چیه. آها دیدید حتما تو ایران خیلی از تابلوها رو سعی میکنن به انگلیسی بنویسن، ولی قشنگترین تابلو انگلیسی که من دیدم اینه، نمیدونم درست دیده میشه یا نه. لطفاً پس از ورود و خروج درب را ببندید. همونو برداشته فینگلیش نوشته لطفاً پس از ورود او خروج درب را ببندید. اینم سواد ایرانی ها برای انگلیسی. خب من اینو پاک کنم که اینا را خیلی خوب شد، این به اصطلاح خلوت شد صفحه کامپیوتر ما. عکسای زیادی باز دارم این ور اون ور، ببینم بهتون نشون بدم. لطفاً بعد از خروج و ورود در را ببندید. اینم دیلیت. دیگه چی داریم؟ بله ترنسدو این کدوم؟ خب دیروز آقای ماز جبرانی در واشنگتن بودن که ما برنامه نداشتیم که کلن بریم و اینها، کارهای دیگه داشتیم. احتمالاً که چه احتمالی؟ به احتمال 100% برنامهش هم خوب بوده هم سولد اوت، چون برنامه ماز جبرانی الان چندین ساله که تونسته جای خودش رو توی قلب ایرانی ها باز کنه. الان هم که بعد از چیز دوباره راه افتادن، بعد از چی بگین؟ بگید دیگه، بعد از ماجرای کووید. امیدوارم که هم سلامت باشن و هم موفق. من برنامه رو امروز زود شروع کردم، از اون بر 3:30 از حضورتون مرخص میشم و باز هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. اونایی که به هر دلیلی از مجاهد گرفته، شاه اللهی گرفته، فکر میکردن یه نفر سوربی به قول دوستمون از خلیج فارس با این امکانات کم این هست که جلو فعالیت ها اینا رو گرفته، حالا ما رفتیم شما ببینیم فعالیت هاتون چه تاج گلی به سرتون میزنید. میدونید که به تاج گل چی میگن. بله ببینیم و شاهد باشیم. اینم از این. و اما نوشته هایی رو که گذاشتم اینجا با هم مرور کنیم. میگه که جنگ اوکراین چگونه قطر با پیشی گرفتن از عربستان و امارات خود را نقطه کانونی خلیج فارس معرفی کرد. اگه یادتون باشه قطر همین کشوریه که اونای دیگه تحریمش کردن و ایران باهاش کار کرد، حتی پروازا و اینا رو میذاش بره. و الان اگه یادتون باشه عربستان و امارات به تلفن جو بایدن جواب ندادن، چون اونا روز قبلش با پوتین صحبت کرده بودن. بعد از طرفی اگر خونده باشید آمریکا داره از ایران و از ونزوئلا به اصطلاح یه جورایی میخواد نفت بگیره، تا بلکه در رابطه با کمبود نفت روسیه توی بازار دنیا بتونه این کار رو انجام بده. و اما مرگ دست کم 6 نفر در اثر برخورد یک خودرو با شرکت کنندگان یک کارنوال در بلژیک. حالا معلوم نیست که هنوز ننوشته که این عمدی رفته زده به اینا یا سهوًا بوده و اشتباه کرده. از طرفی یه هلیکوپتر آمریکایی هم با 4 تا سرنشین آمریکایی فکر کنم تو نروژ افتاد پایین که اونم معلوم نیست. از این ورم نفتالی بنت گفته سپاه پاسداران بزرگترین و قاتلترین سازمان تروریستی کل دنیاست. خب خوب اقلا اسرائیل یه وقت شد بگه یه چیزی بزرگترین و بهترین، چون همیشه خودش ادعا میکنه که اینم مثل ترامپه اینا بزرگترین و بهترین رو دارن، کم مونده بود که بگن بزرگترین سازمان تروریستی و اینها رو هم دارن که گفته نه. و اما آقای پاپ گفته خون و اشک کودکان، رنج مردان و زنان اوکراینی وجدان ما را میلرزاند. من فکر نمیکنم شما وجدانی داشته باشید که بلرزه و ناراحت بشید. بله
اون هواپیما تو نروژ بود، یک هواپیمای نظامی آمریکایی با 4 سرنشین در نروژ سقوط کرد. ماموران امداد و نجات نروژ میگویند به دلیل شرایط نامساعد جوی هنوز نتوانستند خود را به محل حادثه برسانند. کجا افتاده نمیدونم. و اما زلنسکی خواهان مذاکره فوری با روسیه برای پایان جنگ شد. از اون طرف پوشش زنده جنگ اوکراین، اعتراف روسیه به استفاده از موشک‌های مافوق صوت، میگن تا 10 برابر صوت سرعتش هست و نشون میداد به این ورانور زده. البته روسیه هی میگه اینا پروپاگاندا و دروغه. بشار اسد با سفر به امارات پس از 1 دهه از یک کشور عربی دیدار کرد. اردوغان پل معلق بزرگی که اروپا و آسیا را به هم وصل می‌کند افتتاح کرد. کلن می‌دونید که ترکیه رو دروازه اروپا هم میگن. اصلا ترکیه 2 قسمت داره، یه قسمت غربیه یه قسمت شرقیه. و حالا گویا پلی ساختن، من 2-3 سال پیش اونجا بودم چیزی ندیدم که بگن مثلا این پل در حال ساختن اینا، ولی پل زیاد دارن. این صنعت قایق سازی و استفاده توریستا از قایق و کشتی و اینها اونجا به نحو احسن ازش استفاده میکنن و پل میسازن. وضع پل ترکیه رو نمیدونم به کجا رسیده، ولی چند مدت پیش به شدت رفته بود پایین و نزول کرده بود. و پول روسیه هم که دیگه نگو و نپرس. اتفاقا چند مدت پیش این یوتیوب برای من نوشته بود که مژده $18 گیرت اومد بابت این همه ویدیو اینا، برای شاهین فرستادم گفت آقا 18 یورو، گفت آقا 18 یا 18 دلار ببخشید نمیدونم. بعد نوشتم که بابا جون اینو به روبل حساب کن، روبل میگن ما روسیه، ببین چقدر میشه. و اما نخست وزیر استونی گفت باید به اوکراین یک چشمنداز اروپایی ارائه کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه پیشنهاد بدین. خب بگین دیگه. رئیس پارلمان نروژ در پیامی به فارسی نوروز را تبریک گفت. کسل کننده ترین آدمهای دنیا چه افرادی هستن؟ یه پیامی هم از طرف بایدن درست کرده بودن. من اول فکر کردم واقعا جدیه، رفتم نگاه کردم دیدم تار دادن دست بایدن میزنه. هر سال میدونید که اینا پیام نوروزی، حتی چند سال جشنهای نوروزی رو هم توی کاخ سفید میذاشتن. موقعی که اوباما بود فکر کنم نیاک میرفت اونجا، اینها برنامه میذاشتن اینها. ولی ترامپ هم اگه اشتباه نکنم 1-2 بار به اصطلاح عید نوروز رو تبریک گفته بود، ولی ترامپ رفت، امیدوارم دیگه بر نگرده. فنلاند خوشبخت ترین کشور جهان، لبنان و افغانستان در رتبه آخر. فعلا ما آخر نیستیم. مروری بر نقش آمریکا و روسیه در کشتار غیر نظامیان. آیا اینها مرتکب جنایت جنگی شده اند؟ میدونی که الان صحبت هست که میخوان پوتین رو به عنوان جنایتکار جنگی بکشن به دادگاه، و اونم میگه اگه اینجوری باشه همه شما زودتر از من باید برید. و اما نخست وزیر سابق بلغارستان به اتهام فساد بازداشت شد. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، چلسی و رنال بازی مرگ را برگزار میکنند. اسرائیل از آمریکا خواست سپاه پاسداران را از فهرست سیاه خارج نکند. اون هم که بهتون گفتم چشمنداز برای اون. اینا پاک کنیم بریم خبر بعدی. باز تشکر میکنم از آقای خالصی و از پسر ایشون. برای این خانواده هم بهترین ها را آرزو میکنم، برای خانواده شما و همه خانواده های انسان های خوب بهترین ها را آرزو میکنم. امیدواریم سال بهتری باشه. یه دوستی نوشته بود که آقای سوربی اگر بهتون بر نمیخوره و اهانت نمیدانید صدای تلویزیون خیلی کم است. گفتم نه آقا چرا اهانت، من شما باید بهت بر بخوره که اگر شما حمایت کرده بودید شاید ما با جای نمیدونم میکروفون $400 $1000 میخریدیم. البته باور کنید میکروفونی که $400 اون موقع خریدیم گذاشتیم کنار، میکروفون $12 بهتر از اون کار میکرد. اشکال ما اینه که این پروگراما هی عوض میشه، هی میاد جلو و ما میمونیم، چون هم مسن هستیم چون هم ایرانی هستیم. بذارید من الان این پایین برنامه رو بهتون نشون بدم که الان 4 تا میکروفون مثلا اینجا وصله.
ببینید من تا 8 تا 6 تا میتونم وصل کنم، ولی اینا رو خب باید یکی باشه کنترل کنه. ببینید اینجا الان اونی که من دارم صحبت میکنم این سمت چپیه که میبینید، من میتونم خب مثلا اینم روشن کنم. این موقعی که بعضی از دوستان هی میگن صدا اکو پیدا میکنه، ببینید همین یک دو سه چهار، ببینید الان به جای یه بلند یه میکروفون، ما کلمه میکروفون و بلندگو و اسپیکر رو اینا رو قاطی میکنیم. من همه اینا رو میبندم، برای این برنامه فقط یکی رو استفاده میکنم، ولی خب اگر یه کسی بود اینجا کمک میکرد مثل تلویزیون های دیگه صدا رو بالا و پایین میکرد، گوشی میذاش رو گوشش امتحان میکرد اینا، حتما دیدید خیلی ها برنامه که اجرا میکنن از این گوشی ها تو گوششونه و صدای برنامه خودشون رو میشنون که ببینن کیفیت صدا چگونه است. یا مثلا شهرام همایون میذاره که ببینه کی حمایت کرد، هی میگه خانم فلانی یه استیکر خرید 10 دلار، اون یه استیکر خرید 50 دلار. ما دیگه عمرمون و سنمون به این قرتیبازی ها به اصطلاح کفایت نمی کنه. نه شوخی نمی کنه، اون مثلا شهرام همایون اون پسره کیه؟ اتفاقا فکر کنم شیرازی هم باشه، مشکاتی، اگه آرش مشکاتی این هست، چند تای دیگه هستن، اینا میان میرن بنده خدا میان یه مدت اینا ازشون سوء استفاده میکنن، بعد دست چپ راستشون که یاد گرفتن میفهمن آقا میرن توی استودیو آمریکایی کار میکنن، روز 100 دلار 200 دلار 300 دلار میگیرن و این هم پشت سرشون کسی فوش نمیده، کسی نمیگه هم دست شارلاتانه، کسی نمیگه فلان. خلاصه هر چی بود گذشت، این برنامه هم گذشت. ساعت 3:27 بعد از ظهر روز یک شنبه، هنوز میشه بگیم 29 اسفند 1400، با وجودی که 2-3 ساعت از تحویل سال گذشته. بهتون گفتم اینجوری نیست که امروز صبح بتونی بگی 29 اسفند، بعد از ظهر بگی 1 فروردین. فردا روز اول فروردین 1401. دیدم که دوستان بعضی ها نوشته بودن به قرن 14 هم اومدیم، این قرن هم یه اشکالی بود، حتی سال 2000 هم بعضی ها میگفتن الان قرن 21 هم شروع شده، بعضی ها میگفتن نه الان قرن 20 همه، چون شما روز اولی که اومدی دنیا وقتی یک بودی که نگفتن قرن اول، درسته؟ 100 سال که گذشت. این مثل ماجرای طبقات توی آلمان، میگه این طبقه جی هست، این طبقه یک هست، این دو هست، این سه هست، اگه یادم باشه اینجوریه. تو آمریکا اینجوری نیست، تو آمریکا میگه این یکه، این دوه، این سه، این چهاره، بعد اون یکی اندرگراند یا پیه برای پارکینگ و اینا. در اصل این اختلافاتی هست که بشر سر این چیزای ساده هنوز نتونسته به توافق برسه و به همین خاطر هم خیلی چیزها را از دست میده، از جمله تبدیل اینچو واحدهای استاندارد به متریک باعث شد که چند تا از این هواپیماها و فضاپیماها که میرن گم بشن، نرسن، به خاطر که مثلا این چه زده بودن 2.5 و اگر نه آقا 2.2 نمیدونم 56 فلان، همین عدد پی که اینا پی بهش میگن 3.14 نیست، 6-7 رقم پشتش عدده. خب اون 6-7 رقم ها رو وقتی 100,000 کیلومتر میکنی و فلان اینا، خودش یه چیزی میشه که به جایی که بیفته اینجا، به جایی که بیفته اونجا، نرسیده اونجا میفته پایین. اینم از این، ولی نشون میده که بشر مثل همون دوتا کالباس کلباس که بغل هم واز کردن، این میگه این شعبه اصلیه، اون میگه اون شعبه اصلیه، به توافق نرسیده و نخواهد رسید و تا بوده چنین بوده، تا هست چنین هست. تلویزیون مردم و مردمریپورت.com آماده است تا برنامه های شما رو پخش کنه در قبال یه هزینه خیلی کم، آماده است تا کل دومین و این امکاناتی که داریم به شما منتقل کنه، حتی یه مدتی کار کنیم تا شما به قول معروف حسابی بتونی. یاد سعیدم به خیر میگه اینقدر دستو تکون نده جلو دوربین، چون این سرعت دوربینای ما برای مثل بازی فوتبال و اینها نیست، برای دوربینایی که طرف یه نفر میشینه جلوش فقط حرف میزنه و نگاه کنید، من اگه سرمو به صد فوری ببرم شما نمیتونید حتی دنبالش کنید، مثل چی میشه، دنباله دار میشه، ستاره های دنباله دار. در هر صورت میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 202، اینه اینجا 202 695 2573، تکست بفرستید
تکسایی که اسم نداشته باشه، شماره تلفنایی که الکی باشه، بلاک میشه، جواب داده نمیشه، وقت خودتون رو نگیرید. چون شما 100 تا بسازی من 100 تا بلاک میکنم، دوباره باید بری برای 101 وقت بذاری. الانم که منده بازنشستم و بیشتر وقت دارم، میدونم شما همتون یه مش مفتخوری هستین، وقت دارین. خب یه بار دیگه از یکایک دوستانی که با ما بودن و این برنامه آخر رو هم لطف کردن و ساختن با پیام هاشون و اینها، ازشون ممنون و متشکرم. شاید بدون شما هیچ کدام از این برنامه ها امکان پذیر نبود، شاید بدون کمک های شما اون کلمه استقامت هم بعد میشه مقاوم، اون روز گیر کرده بود یادم نمیاد، ما نمیتونستیم اینقدر مقاوم باشیم، پوست کلوف بشیم. خیلی ممنون که به برنامه ها قوام بخشید و دوام بخشیدید. 23 سال در خدمتتون بودیم، تا حالا بریم ببینیم فردا چه خواهد شد. روز و روزگار بر شما خوش، به امید سالی بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی که بیننده این برنامه بودید.